محمدی، تا آخر امروز جمهوری اسلامی گفته که نتیجه رو اعلام میکنه. چرا تا پایان امروز های عملا میتونیم بگیم که در واقع اون ضرب العجلی که تعیین شده بود برای جمهوری اسلامی برای که تا پایان امروز پاسخ خودش رو بده پس واقعیت داشته؟ با درود به شما و همه بینندگان محترم شما، خدمت شما عرض میکنم بله، ضرب العجل بسیار جدی است از بابت اینکه قطعا بحث شورای حکام، بحث انتخابات آمریکا در کنار ضرب العجلی که در واقع اروپا تعیین کرده این وضعیت رو بسیار شدیدتر میکنه برای ایران. نکته که وجود داره اینه که در شرایط فعلی اگر ایران به این پاسخ نده، همه این شرایط در واقع موکول میشه به بعد از شورای حکام و بعد از انتخابات که قطعا شرایط خیلی میتونه تغییر بکنه. در نتیجه این بحثی که در رابطه با ضرب العجل مطرح کردن و موضع‌گیری هایی که میکنن بیشتر به خاطر این هست که خیلی این توافق با چیزی که قبلا بوده تفاوت نداشته و همین عدم تفاوت اون که واقعا دستاورد خاصی هم نداشته این توافق نسبت به چیزی که در مورد برجام بوده باعث میشه که یه مقدار موضع‌گیری های متفاوت رو ما ببینیم که فضا رو باز بذارن برای اینکه یک چالش دیگه هم همچنان وجود داره و اون بحثای پادمانی است که من فکر میکنم که جمهوری اسلامی در کنار اینکه دنبال این هست که اشاره بکنه مبنی بر اینکه آمریکا باید بحث تضمین ها رو داره مطرح میکنه، این فقط یک جور کارت بازی و برای یک چانه زنی که مقدار فرصت بذارن که یهو همه صحنه رو واگذار نکنن، وگرنه موقعیت جمهوری اسلامی کاملا در یک شرایط بسته و دست بسته قرار گرفته. برای همین هم هست که یهو ما تغییر موضع میبینیم و همه در واقع سازوکار جمهوری اسلامی به سمت این داره میره که توجیه بکنه توافق رو و توجیه بکنه برجام رو که ما میبینیم که در رسانه ها و در روزنامه هاشون داره مطرح میشه. همونطور که میدونیم به طور کلی بحث تحریم ها و بحث این که حالا تحریم ها چه تاثیر منفی داره یه تابو بود در رسانه ها که این شکسته شده. موضوع تضمین‌ها که شما هم بهش اشاره کردین در واقع در ادامه صحبت‌های امیر عبداللهیان آمده که به عنوان موضوع سوم مطرح شده که باید آمریکا پاسخ بده، در واقع یک بار دیگه توپ رو به زمین آمریکا انداخته. این به چه معناست؟ آیا قرار هست که امروز بالاخره همه چیز به نتیجه برسه یا نه وارد یک دور دیگری از مذاکرات خواهیم شد؟ نکته که خیلی مهمه اینه که مسائل پادمانی که الان داره مطرح میشه که احتمالاً توافق به این شکلی باید صورت بگیره که اجرای توافق موکول میشه به بعد از اینکه شما با آژانس مشکلت حل بکنی و خب این میتونه یه چالش خیلی بزرگ باشه. یعنی جمهوری اسلامی همین که بخواد همچین چیزی رو بپذیره نشان از این داره که دقیقاً در گوشه ریم قرار گرفته، به خاطر اینکه یک موضوعی که قبلا نتونستن اینو با آژانس حل بکنن. اگر یادتون باشه قرار بود قبل از عید توافقی که تا خرداد ماه قرار بود که با آژانس داشته باشن این قضیه قرار بود حل بشه، نه تنها حل نشد بلکه نهایتاً به یک رد ختم شد. این موضوع اگر جمهوری اسلامی تو این شرایط بخواد اینو بپذیره تمام اون شعارهایی که مطرح میکرد، خصوصا این تیم که ما داریم با اقتدار مذاکره میکنیم و ما داریم در واقع میشه گفت که امتیازات بیشتری میگیریم زیر سوال میبره، به خاطر اینکه شما وقتی که اجرای توافق رو عملا در واقع موکول بکنی به بعد از مسائل پادمانی و بعد از حل کردن مسائل با آژانس، اینقدر مسائل آژانس پیچیده شده و خود جمهوری اسلامی هم در این قضیه بسیار تاثیرگذار بوده که میتونه به طور کلی تمام اون استرس هایی و تمام اون تاکیداتی که روی بحث تضمین ها داره قبل از اینکه اصلا به مرحله آمریکا برسه در خود توافق دچار چالش بکنه، به خاطر اینکه موضوع وقتی که بسته نباشه و شما بیای یک موضوع دیگری رو بر اساس یه چیزی که بسته نشده بخوای ببندی، خب عملا در واقع توافق به صورت نگرفته. همین که جمهوری اسلامی این شرایط رو بخواد بپذیره و باعث میشه که یه مقداری متوجه بشیم که شرایط بسیار اضطراری هست برای جمهوری اسلامی. ممنونم از توضیحات شما. دامونه محمدی، تحلیلگر سیاسی. خوبه.